احتمال گشایش دفتر سیاسی طالبان در شهر انقره ترکیه. اعتماد تازه پنتاگون بر پاکستان. نگرانی سازمان ملل از افزایش خشونت‌ها در برابر زنان در کشور. مخالفت‌ها با همه‌پرسی پیشنویس قانون اساسی مصر. با لقب بهترین بانک در کشور در میان بانک‌های خصوصی به یکی از این بانک‌ها. سلام، با خبرهای ساعت طلوع شبکه جهانی طلونیوز خوش آمدید. امروز شنبه 21 ماه قوس سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 11 ماه دسامبر سال 2012 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای ساعت. همزمان با سفر رئیس جمهور کرزی به ترکیه گفته می شود که یک دفتر تازه برای طالبان در شهر انقره باز خواهد شد. شورای عالی صلح می گوید که این دفتر در کنار دفتر سیاسی این گروه در قطر فعالیت خواهد داشت و گفتگوهای صلح با هر دو دفتر به پیش برده خواهد شد. در این حال سازمان ملل از آمادگی ها برای ایجاد زمینه گفتگوها میان طالبان و دولت افغانستان خبر می دهد. کریم امینی گزارش می دهد. پس از دوحه به نظر می رسد که شهر انقره برای پیشبرد گفتگوهای صلح انتخاب شده است. از همین رو تلاش ها برای گشایش یک دفتر سیاسی برای طالبان در این شهر آغاز شدند. شورای عالی صلح می گوید در دور تازه گفتگوهای صلح با طالبان ترکیه نقشی میانجی را خواهد داشت. این دفتر چون در ترکیه با افغانستان و با پاکستان روابط حسنه ای داره، ممکنه که یک جای شوه برای بعضی مذاکراتی که یک وقتی ممکنه بعضی مذاکرات در ترکیه صورت بگیره، بعضی مذاکراتی هم در دفتر قطر صورت بگیره. در همین حال دفتر مسئول رسانه های ریاست جمهوری میگوید که در نشستی سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه در انقره درباره گشایش یک دفتر برای طالبان در بیرون از کشور گفتگو خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که پافشاری حکومت برای ایجاد دفتر برای طالبان در داخل افغانستان بیشتر است. ممکن است بحثی اونجا روی یک دفتر برای طالبان باشه در خارج از کشور، اما رئیس جمهور تاکید داره که در داخل افغانستان گفتگو پیش بره. با کشور قطر هم مخالفت نکرده. از سوی هم دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل میگوید که این دفتر برای ایجاد زمینه گفتگوهای غیر رسمی میان طالبان و دولت آماده است. سازمان ملل متحد تمام تلاش‌هایش را انجام می‌دهد تا افغانان از نزدیک به میز گفتگو بنشینند و خودشان برای حل معضل کشورشان راهی بیرون رفت پیدا کنند، نه خارجی‌ها، و برای این کار ما کاملا آماده هستیم. با این هم شماری از آگاهان به این باور هستند که رئیس جمهور کرزی با ایجاد دفتر برای طالبان در انقره می خواهد که گروه طالبان را دوپارچه بسازد. آقای کرزی می خواهد که در حقیقت دورانی ها را از قلجایی ها اگر بخواهیم ساده تر بگوییم جدا بسازد. یعنی اینا فکر میکنن که دفتری که در قطر است ایره چون ملا محمد عمر به وجود آورده این دفتر قلجایی هاست و یک دفتر دیگر ما اگر برشان بسازیم به نام در ترکیه یک جای دیگه و یک تعداد از کسایی را او را از زندان آزاد کنیم و بیاریم در اونجا این دفتر میتونه نتیجه بده، اما اینطور نیست. بر روز سه شنبه رئیس جمهور کرزی برای شرکت در نشست سه جانبه میان ترکیه، پاکستان و افغانستان به انقره رفت و گفته می شود که در این نشست رئیس جمهور کرزی گذشته از گفتگو در باره همکاری های پاکستان در روند صلح، سندهایی را که کابل درباره طرح ریزی حمله بر اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی در کویته پاکستان دارد نیز به جانب پاکستان خواهد سپرد. در این حال گزارش وجود دارد که پاکستان امنیت افغانستان را به گونه دوامدار با تهدید روبرو ساخته است. پنتاگون در گزارش تازه نگاشته است که پاکستان با جا دادن طالبان و دیگر گروه راست افغان در این کشور امنیت افغانستان را با تهدید روبرو ساخته است. در این گزارش آمده است که وجود لانه های راست افغانان در پاکستان و ناتوانی حکومت افغانستان در آستانه بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور بزرگترین تهدید به شمار می رود.
11 سال تلاش و نبرد برای تامین امنیت در افغانستان همواره با تهدیدهایی از خاک پاکستان همراه بودند. با تازگی پنتاگون در گزارش نگاشته است که وجود لانه‌های طالبان و گروه‌های هراس افغان دیگر در خاک پاکستان امنیت افغانستان را با تهدید روبرو ساخته است. پاکستان بارها وجود پناهگاه‌های هراس افغانان را در بخش‌های قبایلی این کشور و نیز ناکامی‌اش را در کار جلوگیری از ورود مواد ساخت بم‌ها به افغانستان پذیرفته است. این تهدید جدی در برابر نیروهای ائتلاف و افغان به شمار می‌روند. در این میان وزارت امور خارجه افغانستان با ادامه کمک های جامعه جهانی با نیروهای افغان بر توانایی های این نیروها در کار دفاع از کل کشور و نیز بر ایستادگی این نظامیان در برابر تهدیدهای خارجی تاکید می فرسد. هر دو کشور تلاش مشترک و تلاش های مشترک انجام بدهیم تا باشد که لانه های تروریسم، لانه های بیامنیتی و منابع افرادگرایی در منطقه کاملا برداشته شود. موجودیت لانه های هراس افغان و طالبان القاعده و حقایق در پاکستان مورد تایید است. یعنی در 11 سال گذشته برای ثبات و امنیت افغانستان موجودیت لانه ها در پاکستان و در آن سوی مرز ما بزرگترین تهدیدی است که در مقابل ثبات و امنیت افغانستان موجود است. در بخشی از گزارش پنتاگون ادامه همکاری های نظامی واشنگتن و متحدانش با افغانستان به ویژه در کار آموزش نیروهای افغان پس از سال 2014 یک نیاز دانسته شده است. با این همه تنها واحدهای کوچکی از نیروهای افغان هستند که به گونه کامل و مستقلانه عملیات ها را به پیش می برند. اما بر بنیاد این گزارش واحدهای دیگر نظامیان افغان به همکاری نیروهای هوایی و استخبارات نظامیان خارجی نیاز دارند. در کنار نامنی ها با فعالیت های هراس افغانان در افغانستان فساد از بزرگترین تهدید ها در برابر این کشور است. در بخش از گزارش پنتاگون آمده است که وجود فساد گسترده در نهادهای دولتی افغانستان آینده این کشور را با خطرهای جدی روبرو خواهد ساخت. از سوی هم سازمان ملل بر مبارزه سخت جامعه جهانی و دولت افغانستان در کار ریشه‌کن ساختن فساد اداری در این کشور تاکید می‌ورزد. زور می رفت که بیشتر تهدیدهای هراس افغانی آینده کشور را با دشواری ها روبرو سازد. اما پنتاگون موزل فساد را هم در قطار تهدیدهای بزرگ در برابر آینده افغانستان قرار داده است. در کابل هم نهادهای افغان و خارجی مبارزه در برابر فساد اداری برای ریشه‌کن ساختن این پدیده رایزنی می کنند. اما آنچه که کار را برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری در کشور دشوار ساخته است، ناهماهنگی میان دولت افغانستان و جامعه جهانی پنداشته می شوند. این مسئولیت مشترک حکومت افغانستان و جامعه جهانی است تا در برابر فساد اداری مبارزه کنند. فساد اداری پدیده است که تنها برای نابودی آن نباید فکر شود، بل نیازمند کارهای عملی است. اما آنچه که بررسی نشدن پرونده های مقام های فساد پیشه در افغانستان گفته می شود، سبب گسترش این پدیده در نهادهای دولتی افغانستان شدند. چیزی که نهاد مبارزه با ارتشا و فساد اداری نیز بر آن تاکید می پرزد. نه تنها می پذیرم بی حد وجود داره و باید اصلاح شود. من می بینم که چی دست هایی در اینجا بازی میکنه و پایس عاملین فساد اینجا کی هستند. ما همیشه گرفتیم یک کاتب، یک سرکاتب، یک مامور، یک سرنوال رتبه پایینه، اما از مقامات بالا بالکل فراموش کردیم و اگر چیزی دوسیه هم راجع به اینا درست میشه و دست فراموشی گذاشته میشه. به تازگی سازمان جهانی شفافیت جایگاه افغانستان را در صدر فهرست کشورهای مفسد جهان اعلام کرد و پیش از این جامعه جهانی نیز ادامه کمک‌هایش را به افغانستان به چگونگی مبارزه این کشور در کار ریشه‌کن ساختن فساد اداری مشروط ساخته است. اما روشن نیست که چه زمان پیکارهای کابل در برابر فساد اداری اثرگذار باقی خواهد شد. در این حال سازمان ملل متحد می‌خواهد که قانون منع خشونت در برابر زنان از سوی حکومت افغانستان عملی شود. این سازمان با نگرانی سخت از عملی نشدن قانون منع خشونت در برابر زنان میگوید که عملی شدن این قانون در افغانستان با دشواری های روبرو است. بر بنیاد یک گزارش تازه این سازمان، حقوق زنان در افغانستان به گونه روز افزون نقض می شود. این سازمان تصمیم گیری های سیاسی به ویژه گفتگوهای صلح را بدون حضور زنان به نتیجه می داند. شکیلا ابراهیم خیل جزئیات را گزارش می دهد. سازمان ملل متحد گزارش تازه ای را زیر نام انوس هم راه درازی برای عملی ساختن قانون منع خشونت ها در برابر زنان در پیش است نشر کرده است.
این سازمان از افزایش خشونت ها در برابر زنان در افغانستان سخت نگران است و عملی شدن قانون منع خشونت در برابر زنان را برای کاهش این خشونت ها و دسترسی زنان به عدالت اثرگذار می داند. ما در پایان این گزارش 29 پیشنهاد به حکومت افغانستان و شرکای جهانی داشته ایم. در این پیشنهادها تاکید شده است که تحقق بخشیدن حقوق زنان و محافظت از این حقوق در آوردن صلح سراسری در افغانستان از اولویت برخوردار است و یک رکن مرکزی راهبردهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور را می سازد. معاون نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل می گوید که سنت‌های ناپسند و افزایش خشونت‌ها در برابر زنان مانع مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در این کشور شده است. پیشرفت‌ها در راستای عملی شدن قانون منع خشونت در برابر زنان می تواند زنان را در داشتن نقش مهم در گفتگوهای صلح و مصالحه کمک کند. در همین حال برخی از فعالان جامعه مدنی میگویند که تا هنگامی که ناقضان حقوق بشر مجازات نشوند خشونت ها در برابر زنان کاهش نخواهند یافت. قضایی که خشونت علیه زنان را که ما ثبت راجستر کردیم یا پیش ما میآید، اکثریتش اگر ما ببینیم چه مقامات محلی چه مقامات دولتی که فعلا از پارلمان گرفته تا به کابینه تا به پایان همگی او کسادس داشتن، مخصوصا تجاوزات جنسی علیه اطفال و دخترها، کنا هنوز هم به شیوی به انواع مختلف حکومت خود سر مردم و مخصوصا سرزنان افغانستان میکنن. در این قانون ازدواج های اجباری و پیش از وقت، بد دادن دختران و زنان، خودسوزی و لتوکوب زنان، تجاوز های جنسی و 18 گونه دیگر از خشونت ها در برابر زنان جرم شناخته شدند. اما عملی نشدن این قانون خشونت ها را در برابر زنان افزایش داده است. بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر، امسال تا کنون در حدود بیشتر از 4000 رویداد خشونت آمیز در برابر زنان ثبت شدند. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. گروه مخالف رئیس جمهور مصر بر تحریم پرسی درباره پیشنویس قانون اساسی تازه این کشور تاکید می‌ورزند. این گروه ها میگویند که آنان امیدوارند که با اعتراضات امروزشان محمد مرسی را به تعویق انداختن این همه پرسی وادار سازند. در آستانه این همه پرسی امروز شهر قاهره شاهد اعتراضات و راهپیمایی های مخالفان و هواداران رئیس جمهور مصر بود و در تیراندازی نیروی امنیتی بر معترضان 9 تن زخم برداشتند. ادامه اعتراضات و نارامی ها در مصر به یک چالش جدی در برابر رئیس جمهور این کشور مبدل شده است. هرچند قرار است پیشنویس قانون اساسی تازه مصر به روز شنبه به همه پرسی گذاشته شود، اما معترضان به روز سه شنبه با گرد آمدن در میدان تحریر شهر قاهره بر ملغا شدن این همه پرسی تاکید می ورزند. ما برای رسیدن به هدف آماده فدا کردن جانهایمان هستیم، اما پرسی درباره پیشنویس قانون اساسی تازه کشور ما نباید به روز شنبه انجام شود. در همین حال رهبران گروه های مخالف به شمول جبهه نجات ملی مصر میگویند که پیشنویس قانون اساسی تازه مصر را نمیپذیرند، زیرا در آن اندیشه های جنبش اخوان المسلمین بر تمامی شهروندان مصر تحمیل شده اند. با این همه رئیس جمهور مصر بر برگزاری همه پرسی درباره پیشنویس قانون اساسی تازه بر روز 15 ماه روان میلادی تاکید می‌ورزد. محمد مرسی از ارتش مصر خواسته است تا کسانی را که در زمان برگزاری همه پرسی تا هنگام روشن شدن نتایج این همه پرسی دست به آشوب می‌زنند بازداشت نماید. رئیس جمهور مصر میگوید که هدف پیشنویس قانون اساسی تازه حفاظت از دستاوردهای انقلابی است که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک در سال گذشته میلادی انجامید. به این هم چند خبر کوتاه از جهان. HSBC یک بانک بریتانیایی به جرم پولشویی 1.9 میلیون دلار به ایالات متحده آمریکا جریمه می‌پردازد. این بانک یکی از بزرگترین بانک‌های اروپا است. به علت پولشویی میلیاردها دلار و انتقال این پول‌ها از طریق نظام بانکی ایالات متحده آمریکا به ایران و قاچاقبران مواد مخدر در مکزیکو وادار به پرداخت این جریمه شده است. حکومت ایران از آژانس جهانی نیروی هسته‌ای می‌خواهد تا اطلاعات محرم فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را محافظت نماید. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که افشا شدن سندهای برنامه‌های هسته‌ای ایران در گذشته باعث کشته شدن چندین دانشمند هسته‌ای این کشور شده است.
نخست وزیر مالی پس از بازداشت شدنش از مقامش استعفا داد. مقام‌های مالی میگویند که شیخ مودیبو دیارا هنگامی که میخواست به فرانسه فرار نماید از سوی سربازان این کشور بازداشت شد. نلسن ماندلا رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی از 4 روز به این سو زیر درمان جدی در این کشور قرار دارد. به گفته مقام‌های آفریقای جنوبی، نلسن ماندلا از بیماری شش‌رنج می‌برد و تلاش‌ها برای درمان وی از سوی حکومت به گونه جدی ادامه دارند. نلسن ماندلا نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی که نماد جهانی مقاومت در برابر نژادپرستی و بی‌عدالتی شناخته می‌شود، اکنون 94 سال دارد. باز هم خوش آمدید به این هم چند خبر اقتصادی. یکی از بانک‌های خصوصی در افغانستان لقب بهترین بانک را از توی قدیمی‌ترین نشریه بانکداری در لندن به دست آورد. رئیس بانک بین‌المللی افغانستان میگوید این بانک خصوصی توانست امسال در میان 16 بانک در افغانستان این جایزه را به دست آورد. شهلا مرتضایی در این باره گزارش دارد. بانک بین المللی افغانستان لقب بهترین بانک سال 2012 میلادی را در افغانستان از سوی مجله دبنکری روزنامه فایننشیال تایمز لندن به دست آورد. چند معیار را میگن؟ یک بانک چقدر مجهز با اصول قبول شده بانکداری هست؟ چقدر میتونه درست خطرات مالی خود مدیریت بکنه؟ یعنی این که پول مردم را به خطر نندازه. سومی که در تمام عرصه‌های بانکداری یک سری معیارهای قبول شده بین المللی وجود داره. این شاخص ها را همیشه مطالعه میکنن، بعد از اون میفهمن که بانک چقدر دقیق پیش میره و به حیث بانک بهترین کشور انتخاب شد. به گفته مسئولان این بانک خصوصی از میان 16 بانک در افغانستان این جایزه را به دست آورده است. کار ساختن کانال به درازی 230 کیلومتر در منطقه جوی شیخ بلعت تخار آغاز شد. رئیس وزارت آبیاری بلد تخار میگوید که با ساخته شدن این کانال زمین آبیاری 2500 جریب زمین کشاورزی فراهم خواهد شد و نیز 1000 خانواده در این ولایت به آب آشامیدنی دسترسی خواهند یافت. با گفته وی این پروژه بیشتر از 9 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد که از بودجه وزارت زراعت آبیاری پرداخته می‌شود و این پروژه تا 6 ماه دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد. با این هم قیمت بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 52 افغانی و 30 پول، 1 یورو 67 افغانی و 40 پول، 1 درهم امارات 14 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 980 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 539 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتان می کند. سلام دوستان، این هم چند رویداد ورزشی. تیم ملی مژدانی افغانستان رقابت‌های بین‌المللی مژدانی کازاخستان را با پیروزی آغاز کرد. در نخستین روز رقابت‌های ملک صدیق زاده در وزن 49 کیلوگرم 12-9 مبارز کازاخستان را شکست داد. حمید در وزن 52 کیلوگرم 19-12 ورزشکار چین را مغلوب ساخت و هارون هوتک در وزن 64 کیلوگرم 8-7 درصد مژدان دیگر کازاخستان گذشت. این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران 9 کشور در شهر آلماتی کازاخستان برگزار شد. در رقابت‌های پاورلیفتینگ کشورهای آسیایی که در هند جریان دارند، افغانستان صاحب 2 مدال نقره شد. هر 2 مدال نقره رقابت‌ها را عبدالجبار غفاری به دست آورده است. در ادامه رقابت‌ها فردا جمیل عرب میلی‌پوش دیگر کشور در وزن 74 کیلوگرم به مسافه رقیبش می‌رود. در این رقابت‌ها پاورلیفتینگ کاران 30 کشور آسیایی در هند شرکت کردند. قرعه‌کشی رقابت‌های مقدماتی فوتبال چالش کپ آسیا انجام شد و تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه سوم رقابت‌ها قرار گرفت. افغانستان در گروه سوم با لاووس، منگولیا و سریلانکا همگروه است. رقابت‌های مقدماتی فوتبال چالش کپ آسیا در ماه مارس سال آینده میلادی در لاووس برگزار می‌شوند. این رقابت‌ها با حضور 20 کشور و در 5 گروه برگزار می‌شوند و در پایان تیم قهرمان جواز حضور به جام ملت‌های آسیا را در سال 2014 به دست می‌آورد. مرحله نیمه نهایی رقابت‌های انتخاباتی بسکتبال دختران معارف هرات با پیروزی تیم‌های مکتب ملکه جلالی و تجربه آغاز شدند. در این دورها مکتب ملکه جلالی 3-1 مکتب عاطفی را شکست داد و تجربه 3-0 اسد مکتب گوهرشاد گذشت. مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها به گونه لیگ برگزار شدند و هر تیم باید 3 بازی انجام دهد.
اینکه تیم ملی هندبال نوجوانان افغانستان برای حضور در 12 در رقابت‌های مقدماتی هندبال 2013 نوجوانان آسیا رهسپار نیپال شد. در پایان رقابت‌ها سه تیم برتر جواز حضور بر رقابت‌های قهرمانی هندبال 2013 نوجوانان آسیا را که در اردن برگزار خواهند شد به دست می‌آورند. در این رقابت‌ها با نمایندگی از افغانستان 14 دختر و 14 پسر به حیث ورزشکار، 4 مربی، 2 داور و 2 ناظر حضور می‌یابند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می‌کند. فردا کابل هوا ابری، بلندترین درجه حرارت -1، پایین ترین -2. مزار شریف هوا ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین 7. کندهار هوا ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین 7. جلال آباد هوا ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین 5. و هرات هوا ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین 6. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.